سوال دیگه یه استاد بزرگوار که یکی از دکتر صاحبا در یکی از ولایت ها گفتن که ما معاینه خانی نسایی ورادی داریم، بعضی دختر خانم ها و زنان در معاینه خانی ما مراجعه میکنن، عذر و زاری و گریه میکنن که دوایی بتیم که حملشان سقط شود. لطفا ما راهنمایی بکنین، چون در همین جایی که ما کلینیک داریم دهها دکتر به همین مشکل مواجه هستن که متاسفانه که مسائل اخلاقی هست که الله عز و جل لطف رحم بکنه واقعا. از دید شریعت اسلامی قبلا هم به آدرس سوال قبلی ما عرض کردیم که او سوالم یک بخشی به یکی نطفه و به اصطلاح چیزی دختر بودن و به پسر بودن و پسر بودن و به دختر بودن میخواهند تبدیل بکنن یا از بین ببرن یک دیگری ازیرا، اونجا هم یک اشاره ما داشتیم خدمت شما عرض شوه که این سوال این برادری ما از دید شریعت اسلامی با دو قضیه مرتبط. بله. قضیه اول این است که عموما اینها کلینیک دندان دارند. وقتی که با اینها رجوع می شود معلوم می شود که در ضمن کارهایی که با یک آدرس مشخص است دیگر کارها هم انجام داده می شود، این شرعا بسیار خیانتی بزرگ است. بله. یک دومی که چشم پوشی از یک حقیقت هست، حتما این به آدرس حرام است، این حمل که اینها ارزای می کنند. بله. حمل حرام هم باشد زیایزی از دید شریعت اسلامی نادرست است، اگر از مرجع حرام هم که باشد زیای حمل بر این شخص گناه دارد. شرعا حلال و حرام از دیگه. بله، شرعا این نارواست، باید حقیقت برملا شود، این دختر بازپرس شود، این طفل از کیست، به کدام آدرس، به کدام ارتباطات. همین علمای بزرگوار که سر و صدا می کنن عموما در مقابل از اینها سکولارها و مستشرقین می بینین قرار می گیرن، آنها از حقیقت بیگانه هستند. امی درد علمان، امی درد دینی هست که به واسطه سد ذرائع یا بند ساختن دروازه همین منکرات و فتنه ها اینها باید ایراد صدایشان بلند بکنن که امی دروازه ها مسدود چوا که بدنامی نه. این دختر با او جوانی که ارتباط نامشروع را برقرار کرده از او حمل گرفته است، فردا با او که ازدواج نمیکنه، و نه فیصله قرآن است که الخبیثات للخبیثین للخبیثات. به این منظور از دید شریعت اسلامی برای دکتر سیب ای جایز نیست ای کار انجام بده. این یک بخش. بخش دومی از این که دیگران میکنن اگر ما نکنیم گویا دیگران میکنن. بله. و این کار عام شده است برادر، در اینجا تا حد توان ما باید منکر منع بکنیم. یعنی ما خود ما هم اجتناب بکنیم، دیگران هم متوجه بسازیم که از این دست بردار شود. اگر آنها بعد از نهی از منکر ما هم از این کار اجتناب نکردن، مسئولیت از گردن ما خلاص شد. اینجا با ولا تزیر و وازیرتن وزر اخرى، باز گناهی از او با خودش بر. البته بعد از امری به معروف و نهی از منکر این کار صورت بگیرد. جزاکم الله خیرا.